خب بذات هشمه در مورد 39 کار ممنوعه شبات. خب قبل از اینکه بخوایم 39 کار ممنوعه شبات رو شروع بکنیم، باید بدونیم در مورد شبات هم ما فرمان امر داریم هم فرمان نهی داریم. میدونید که ما 365 دستور نهی داریم، 248 فرمان امر داریم که جمعا میشه 613 فرمان. دو تا از مهمترین فرامین امر و نهی میثاق نگهداری شباته. در مورد شبات فرمان امرش و یوم هشتمی تیشبوت، یعنی و در روز هفتم تیشبوت استراحت بکنید یا تعطیل بکنید، این فرمان امرشه. پس فرمان امر نگهداری شبات و یوم هشتمی تیشبوت، یعنی در روز هفتم تعطیل بکنید. فرمان نهیش اینه که به یوم هشتمی شبات لدنای الهه خالو تعسه کل ملاخا، یعنی و روز هفتم شبات باشه برای خداوند قادر است، لا تعسه انجام نده کل ملاخا تموم کارها را یا هر کاری ها. خب در تورات، خب ما از کجا یاد میگیریم که اصلا 39 کار ممنوعه داریم؟ درسته، از کجا یاد میگیریم 39 کار ممنوعه؟ اگه واقعیت را بخواییم اینه که در تورات فقط 4 مورده که در شبات به صورت واضح گفته، متوجه؟ پس در تورات فقط 4 مورده که گفته تو شبات این کارها رو انجام ندید. یکی خریشاس، شخم زدن، یکی قطیرا، درو کردن، یکی حبارت اش، روشن کردن آتش، و یکی هم نخ کردن. این 4 تاست که تو تورا گفته. پس چرا ما میگیم 39 کار ممنوعه؟ این 39 کار ممنوعه در تورا از هلاخا موشه میسینن. هلاخا موشه میسینن یعنی دستوری که خدا شفاهن به موشه ربنو داد، موشه ربنو هم شفاهن یاد اسرائیل ها دادن و به این شکل کل گمارا و میشنا اونا چیه؟ تورای شفاهیه و تو تورا شفاهی بعدها نوشته شده. قدیم تورا شفاهی قبض بودن، بعد از اینکه دیگه داشته فراموشون شده نبی اولا هنیاسه میان تورا شفاهی ها می نویسن. پس این 39 کار ممنوعه که ما یاد میگیریم حلاخا موشه میسینه که این 39 کار ممنوعه وجود داره. و حالا چرا 39 کار؟ به خاطر اینکه دقیقاً موضوع شبات که گفته میشه دقیقاً بعد از اون موضوع میشکان میاد. خب در مورد میشکان کلمه ملاخا به کار برده شده، کارهایی که تو میشکان انجام میدادن برای ساخت میشکان ملاخا به کار برده شده. خب ملاخا یعنی کار. و تو در مورد شبات هم میگه چی؟ نو ترسو کل ملاخا. درسته؟ پس خطامی میان میگن آقا چه کارایی تو شبات مجاز نیست؟ باش آمان چه کارایی تو شبات مجاز نیست؟ کارایی که تو میشکان انجام میشده که چند تا کار بوده؟ 39 کار ممنوعه بوده که در شبات برای ما مجاز نیست انجام بدیم چون تو ساخت میشکان استفاده میشده. متوجه شدید؟ ببینید وقتی میخواستن میشکان رو بسازن میومدن این کارا رو انجام میدادن که روز شبات تعطیل میکردن. روز شبات حتی برای ساخت میشکان دیگه این کارا انجام نمیشده. درست شد؟ پس ما 39 کار ممنوعه داریم، 4 تاش واضحا تو تورا گفته: شخم زدن، درو کردن، آتش روشن کردن، هم و نه. این 4 تا در تورا گفته، ولی 39 کار ممنوعه یعنی 4 تاشا گفته از 39 تا. چند تا میمونه؟ 35 تا دیگه. 35 تا دیگه رو ما از خلاقا مشه میسینه یاد میگیریم که تو شبات گفته دو تا از کل ملاخا، دقیقاً ادامش موضوع میشکان رو گفته که ما یاد میگیریم کارهایی که تو میشکان انجام میشده تو شبات نباید انجامش بده. خب یه سوال، تو میشنا وقتی میخواد 39 کار ممنوعه رو بشماره نمیگه 39 کار ممنوعه، تو میشنا میگه 40 تا یه دونه کم. خب چرا؟ چرا نمیگه 39 تا؟ میگه 40 تا یه دونه کم. خب بگه 39 تا. چه کاریه که بگه 40 تا و یه دونه کم؟ اینا خطامی به این شکل شاوند بفهم. اینا خطامی به این شکل توضیح میدن. یادتون باشه گفتیم تورای شفاهی ها حفظ بودن. درسته؟ بنابراین به خاطر اینکه بهتر تو ذهنشون بمونه و حفظ بهتر بکنن 40 یه دونه کم گفتن. اگه گفتن 39 تا هی سوال پیش میمد اما 30 و مثلا میگفتن آیا 30 چند تا بوده؟ خب
بنابراین خفامین به خاطر اینکه راحت تر حفظ بشن در قرآن شفاهی وقتی میشمارن میگن 40 تا یه دونه کم، شک نکنه کسی 37 تا بود، 38 تا بود، 39 تا بود، چند تا بود، بدون اینکه همون 39 تا ممنوع است. یه نکته که خیلی خیلی مهمه اینه که ما باید بدونیم که کارهایی که تو شبات مجاز نیست خب ارتباطی به زحمت کشیدن نداره، درسته؟ مثلا با شما تو شبات روشن کردن یک کبریت هم آسوده، درسته؟ با وجود این که هیچ زحمتی نداره، ولی مثلا جا به جا کردن چندین میز از یه اتاق به یه اتاق دیگه این مجازه، متوجه شدید؟ یعنی کارهای ممنوعی شبات به خاطر این نیست که مثلا ما بیاییم بگیم که آقا خدا میخواسته راحت باشیم تو زحمت نیفتیم، همچین چیزی نیست. به خاطر اینکه گفتم تو نه، مثلا یه کبریت راحت شما روشن میکنید، یا یه دستمال کاغذی هم تو جیبمون باشه ما حمل و نقل کنیم یا سود از خورا، درسته؟ ولی مثلا گفتم خدمتتون اگه میز صندلی اینا رو تو خونه که سنگین جا به جا کنید از اتاق به اتاق، اینا با وجود اینکه زحمت زیادی داره ممنوعیت نداره اگه تو خونه است اتاق به اتاق، متوجه؟ یه نکته هم دیگه که در مورد شبات وجود داره اصطلاحاً میگن ملخت مخشبت. ملخت مخشبت یعنی زمانی شما دشمناتون درجه زمانی شخصی از فرمان تو را میگذره که شبات را خلول بکنه که با فکر و رضایتش اون اتفاق بیفته، متوجه میشید؟ مثلا کبریت را میزنه به این نیت میزنه که آتیشه روشن بشه، اینه که از تو را ممنونه، درست شد؟ حالا جلو ترک میکنیم تفاوتاشا با مثال بیشتر توضیح میدیم به امید خدا. پس ملخت مخشبت یعنی کاری که تو شبات با فکر انجام بشه این خیلی مهمه، و اگه با فکر باشه و با دعت باشه و با منظور باشه از تو را میگذره، درست؟ خب ما این 39 کار ممنوعه را به 4 قسمت تقسیم میکنیم، 39 کار ممنوعه را به 4 قسمت تقسیم میکنیم. دسته اول 11 تاییه، دسته اول 11 تایی. چرا میگیم 11 تا؟ چرا اول یا 11 تا تقسیم میکنیم؟ ببینید در مورد کارهای ممنوعه در شبات که گفتیم این کارها تو میشکان ساخته میشکان انجام شده، 11 تاش بوده برای آماده سازی رنگ، برای رنگ کردن پرده های میشکان استفاده میشده، درست شد؟ پس ما 39 کار ممنوعه داریم به 4 قسمت تقسیمش میکنیم. دسته اول 11 تایی، این 11 تا کاری که 4 اومده، این 11 تا کاری که انجام میشده برای رنگ کردن پرده های میشکان انجام میشده. میخواد بنویسید مثلا اولش زوریه، زوریه یعنی کاشتن، تا هر کدوم اینا رو بیشتر توضیح میدیم، کاشتن، شخم زدن، دو درو کردن، بله از اول کاشتن، شخم زدن، درو کردن، معمر بافه کردن، حداش خرمن خوبی کردن، امتیاز از این کم می کنم، هزوره بادرشانی، هباره جدا کردن، بله، هتوخن آسیاب کردن، همرخه علک کردن، حلاش تعمیر کردن، هاوفه پختن. این 11 تا ارتباط داره به درست کردن رنگ برای پرده های میشکان که تو شبات اینا استاپ میشده، به خاطر اینکه این 11 تا کار تو شبات مجاز نیست. دسته دوم 13 تاییه که اونا انجام میشدن برای آماده کردن خود پرده. پس 11 تا قبلی رنگ پرده بود، 13 تا بعدی در مورد آماده کردن خود پرده میشکانه که چه چیزای پشم چینی، بله، آماده کردن خود گریوت پرده هایی که دیگه میشکانه. یک، پشم چینی کردن، بله، پشم چینی، مثلا گوسفند و پشمش رو بچینن که باش بیان پرده میشکانه درست کنن با پشم گوسفند. خب پس پشم چینی، سفید کردن، منفس میشه جدا کردن الیاف،
رنگ کردن، بافتن، دیگه انواع دوختن، انواع بافتن، گره زدن، باز کردن، دوختن و پاره کردن به منظور دوختن. این دسته دوم از 39 کار ممنوع است. دسته سوم، باز کردن، دوختن، پاره کردن به منظور دوختن. درست؟ بریم دسته سوم. اینا آسونه، چیزی نیست. بله، دسته سوم 7 تاست که انجام می شده برای درست می شده برای آماده کردن پوشش پوست های قوچ و پوست تخاشیم. تخاشیم، تخاشیم یه نوع حیوان بوده، امروزه نمیدونن چیه. بعضی هم میگن منقرض شده، فقط اون دوره بوده. بعضی هم میگن نه، مثل آهو بوده، یه چیزی مثل آهو مانند بوده. تخاشیم. پس 7 ممنوعیت برای آماده کردن پوست قوچ و پوست تخاشیم بوده. یکی سید کردن، شخیطا کردن، سید کردن، شکار کردن، شخیطا کردن، پوست کندن، سانوات دباغی کردن، پاک کردن، خط کشی کردن، مخطخ. مخطخ یعنی بریدن با خط کشی. بریدن با خط کشی جان؟ یه چیزی با خط کش، خط کشی بکنید و ببرید. من میگم مخط. دسته چهارم هشتاییه که این کارا برای پا برجا کردن میشکان بوده. برای پا برجا کردن میشکان نوشتن، پاک کردن، برای پا برجا کردن میشکان بوده. هکوته نوشتن، هموخه پاک کردن، هبونه بنا کردن، هسوته خراب کردن، همخبه خاموش کردن، همعقیر آفرین آتیش روشن کردن، همکه به پتیش خاتمه دادن کار، کار و هموزی نشوت نشوت و همونت کردن. اینا از هشت همونت کردن. خب تا اینجا. پس این 39 کار معمولیه که فقط اسمشون رو گفتیم. حالا هر کدوم از اینا یه دنیاست. خب ولی بگم خدمتتون، ببینید حرفا شباز برخلاف این که همه فکر میکنن سخته و او اشکالی نمیشه کرد و شباز پس بگید فقط بخوابیم و اتفاقا حرفا شباز رو کسی بلد باشه، کتو فناش رو بلد باشید، خیلی راحت و آرامش بخشه. راست که حالا به امید خدا خواهیم داشت. اولا باید بدونیم کسی که شباز خیلول میکنه مجازاتش چیه. در تورا گفته هر کسی که شباز را خیلول بکنه و ملاخه انجام بده یومات. تو تورا گفته یومات، یعنی دون از اون کشته بشه. خب تو تورا نگفته چجوری کشته بشه. سفیناست، دون از اون سنگساره، با شمشیره، دون از اون خفه شدنه، سوزوندنه. تو تورایش کنون نگفته، گفته فقط یومات. خب ببینید کشتنم سختی خودش را داره. مثلا خیمه از همه سبک‌تره. بعد هرک با شمشیر کشته بشه اینم راحت‌تره. بعد سوخته بشه راحت‌تره. سنگسار از همه سخت‌تره. و کدوم در مورد شباته؟ اینجا خفا میمیان گزلاشاوا میکنن. یه داستان معروفیه در تورا در مورد کسی که میاد و مقشش اتسین بوده. تو شبات میاد هیزون هم رو نبود کنه و جمع میکنه. خب یه شخصی بوده تو شبات، حالا یه فرضی بوده تو شبات میاد و هیزون جمع آوری میکنه. خب میان از مشربه میپرسن که آقا محکوم چیه؟ مشربه میان از خدا میپرسن، خدا میگه محکوم به سفیناست. درست؟ حالا خفامی میگن میان از اینجا پس یاد میگیرن که اگر کسی شبات ها عمدن خیلول بکنه این دور از اون سفینا برداشته. ببینید شبات چقدر مهمه. شاید در نظرمون بگیم آه حالا مثلا یه شبات میگه نداشت. بعضی از قوانین تورا خط قرمز یهودیت گفتم تالا چندی مارکه مفتون
اگر کسی شبات ها نگه نداره میلیون ها دلار کمک کنه به یشیوا ها، صدقا بده، بیاد قسط بکنه، یا بهترین آدم رو زمین باشه، ولی شبات ها نگه نداره، یک ریال فایده نداره. نگهداری شبات خط قرمز یهودی هست. اگه کسی شبات ها نگه نداره گرجون با گویم هیچ فرقی نداره، یعنی اصلاح حساب نمیشه. یکی شبات، یکی خاص شما بت پرستیه، کسی که اینا رو انجام نده این اصلا یهودی حساب نمیشه. این قانونه به خاطر اینه که دور از اون حکم سنگسار داره، درسته؟ خب در چه صورت حکم سنگسار امروزه این حکم ها اجرا نمیشه؟ امروزه ما بتدینی قدرتمند یا سمیخادار نداریم که بتونن این کار انجام بدن، یعنی امروزه هیچ بتدینی قدرت کشتن نداره. حتی اگه بدترین خطاهایی که انجام داد هیچ بتدینی قدرت این که بیاد و مثلا حکم اعدام برای کسی ببره نداره، چون سمیخاشا ندارن امروزه بدینیم. درسته؟ سمیخا یعنی چی؟ نه، سمیخا به این معنی نیست که مثلا شما از استادتون یه مدرکی ها بگیرید، مثلا شفیتا، شفیتا استادتون به شما مدرک شفیتا میده، به این یعنی چی؟ سمیخا یا سبروت یا مثلا دیگه چیه؟ مثلا نوشتن گت دور از اون طلا یا قدوشین، قدوشین کردن مینا کردن سمیخا نداره. نه خب باید تایید بشه دیگه، مثلا یه همینجور تاییدش میکنن و اوکی چرا بعضی هم مثلا سمیخا میگیسن. خب ولی خب اینا سمیخاست، درست؟ یا مثلا سمیخای ربانوت، مثلا آقای نون فرق سونی راب شدن یه سمیخا ربانوت دادن بشه، درسته؟ این سمیخا ربانوته. یه سمیخا داریم که امروزه قد شده سمیخای همین قضاوت کردن دینه نفاشوته، یعنی قوانین جانی، چون از مشربم که به یهوشوا رسید، یهوشوا به شاگرداش داد، شاگردا به شاگرداش، شاگردا به شاگردا، اینجوری اینجوری رفت جلو تا وقتی به تنیم داشت خراب شد این سمیخای دیگه قد شد. بعد دیگه اشاره دیگه بدون سمیخا بودن، درسته؟ بنابراین امروزه بتدین قدرت قضاوت کردن جانی ها ندارن، یکی حتی دور از اون یکی ها بکشه نمیتونن بتدین بیان قضاوتش بکنن، چون سمیخاشا ندارن. حتی بتدین بزرگ متوجهید؟ حتی بتدین بزرگ یروشالایم متوجهید؟ پس یه آنیه کسی که شبات دور از اون خیلول بکنه، گفتیم حتی اگه همه میسخواه تورار هم انجام بده، حتی اگه گفتم میلیون ها دلار اصلا ناسن تو خارج کشور، یه فردیه که آقا شبات اصلا نگه نمیداره ولی خیلی کمک میکنه، یه ریال فایده نداره. برای غلام حواش هیچی انگار نداده، چون شبات اول باید شبات رو نگه داره بعد بیاد و موارد دیگه کمک کنه با اینا، متوجه اید؟ اگه کسی شبات رو خیلول بک میکرده قدیم، دو تا شاهد میدیدن، دو تا شاهد که نسبت فامیلی هم با هم نداشتن، این دو تا شاهد مردم بودن. میدونید که خانوما در این موارد شهادت نمیتونستن بدن. خب اینا یادتون باشه، حالا تو پرانتز یه سوال پلاستار می‌پرسیم. چی؟ قانون توراست. قانون توراست که برای شهادت دادن یا دیان بودن فقط مرد باید باشه. زن نمیتونه شهادت بده. البته تو این موارد خیلی جاها میشه. حالا میگم تو چه جاهایی. گوش بدید. یه دلیل اینجوری میگن، ولی اصلی ترین دلیلش خوبه دیگه، خانوما نمیتونن شهادت بدن. ببینید پس اگه دور از اون یکی شبات خیلول میکرده، دو نفر شاهد میدیدن، سه بار بهش اخطار میدادن، یعنی گفتن آقای فلانی این کار شبات آسوره، نباید این کار انجام بدی، دوباره میکرد، سه بار اخطار بهش میدادن و دوباره انجام میداده، دور از اون سقیلا میشده. اگه دو تا شاهد نمیدیدن یا اخطار نبوده، دور از اون کارت بوده، کارت یعنی بدی نمیتونستن کاریش کنن، ولی دور از اون از آسمون دور از اون براش مرگ میومده، کارت یعنی منقطع شدن. کارت ها به چندین شکل میشه توضیح داد. یه توضیح کارت اینه که دور از اون کسی که بدون اولاد از دنیا بره به این میگن کارت، حالا البته خسته شدن برای همه اینا نمیگن دور از اون، ولی اینه کارت یعنی این. خب یا کسی که نیمه وقت از دنیا بره، مثلا آره دور از اون جوان از دنیا بره، این دور از اون کارته. خب پس اگه کسی شبات خیلول بکنه، شاهد ندیده یا شاهد دیده اخطار نبوده، یا شاهد نبوده اخطار، خب خود به خود اخطارم نبوده، در این حالت این حکم کارت باشه. اگه کسی این از سهوا
میگذشته از شعبان. سهون یعنی چی؟ اینا بنویسه. سهون یا اینکه نمیدونه این کار تو شعبان ممنوعه، یا اینکه نمیدونه امروز شعبانه. به این میگن سهون. سن یادش رفته امروز شعبانه، بدرا روشن کرد امروز شعبانه. این سهونه. کسی که سهون یا نمیدونست مثلا روشن کردنش چرا تو شعبات آسوره، کسی که سهون بیاد و شعبات خیلول بکنه، این زمانی که به تمیناش آباد بوده قربان خطات میابرده. درست؟ امروز قانون چیه؟ امروزه که ما گفتیم یکی عمدن شعبات خیلول بکنه، نه به دی میتونه استقیلاش کنن، نه نمیشه اشکالش کرد، قربانی هم که نمیتونه بیاره. دونجون امروزه کارت. تنها راه بخشیده شدن خیلول شبات به چهار شکله. یک، ترک گناه. یعنی اگه کسی شبات خیلول میکرده دیگه بر خودش قبول کنه که آقا آسمون به زمین بیاد دیگه من شبات خیلول نمیکنم. به میگن ترک گناه. خب البته ببینید بعضی موقع شبات خیلول کردن میسما هم هست، اگه خطر جونیه. اگه یه جا خطر جونی بود، کسی که مقدر کنه زودتر بره شبات خیلول بکنه پریز نمیشون با این مزدن میگیره. خیلی ها مثلا هم وازنگ میزنن میگن آقا یه اتفاق افتاد، مثلا دور از اونی که قلبش درد گرفت شبات، ما بردیمش بیمارستان، حالا چکار بکنیم؟ شباتمون رو خیلول کردیم. شما باشید چی جواب میدید؟ در این حالت میگیم نه تنها این که هیچ آبانی انجام ندادی، بلکه بزرگترین اسمم شانوانکه بزرگترین اسمم انجام دادی که آقا آمدی جون این شخص ها نجات دادی. درسته؟ بنابراین اگه کسی خطر جونی بود و شعبات خیلول کرد، مطمئن باشید که بالاترین مستن بگیره. درسته؟ حالا برگردی ببستیم. پس راه های بخشیده شدن خیلول شعبات: یک، ترک گناه. دو، پشیمانی بر گناه. سه، اعتراف به گناه. و چهار قبول کنه بر خودش که دیگه خیلول شبات نکنه و تموم قوانین حلاخای شبات ها بهتر یاد بگیره. بس بر چهار یک، ترک گناه. دو، پشیمانی. سه، اعتراف. چهار، قبول کنه که دیگه شبات خیلول نکنه و قوانین شبات ها خوب یاد بگیره. ببینید یه لحظه، تو هر موردی که یه شخصی میخشول پیدا میکنه تو هر گناهی، تنها راه بخشیده شدنش این چهار طریقه. ترکش دیگه بکنه گناه را، اعتراف کنه، پشیمون بشه. خطامیم دیگه ما رو میگن کسی که یه گناهی انجام میده و خجالت میکشه، داشت اینا دیگه ما رو برام خود خجالت میکشه، خدا همون موقع هم نشا مخیلا میکنه. خب ولی قوانین مربوط به اونم بره خوب یاد بگیره. مثلا فرض کنید که کشروت میخشول براش پیش اومده، خب در این حالت بعد بره قوانین کشکوت رو خوب یاد بگیره. مثلا تو پسخ حواسش نبوده خامس خورده، قوانین پسخ رو اگه خوب یاد بگیره، این یک کمک میکنه برای کفاره شدن گناهش. درست شد؟ پس اگه یکی میخواد تشوبا بکنه، این چهار طریق بهترین راه تشوباست. خخامیم در گمارا میگن اگه افغان اسرائیل دو تا شبات ها مطابق حلاخا نگه دارن، همون موقع مشیخ میاد. اگه چند میلیونیم، حدود 20 میلیون نفر اسرائیل تو کل دنیا، اگه دو تا شبات رو نگه داریم، اینا دیگه شما برای خواهی میگن، همون موقع مشیخ میاد. بس حالا بکن چرا دیر میاد ازم؟ همون موقع مشیخ میاد. درست؟ سوال آقایان بفهمد آقایان سوال داشتید؟ سوال گفتیم دورجون سقیلا داره، امروزه که محاکمهش نمی کنن، ولی دورجون امروزه که سقیلا نداره حکم کارت خیلی گناه سنگینیه. گفتم خدمتتون کسی که همه سایه فرار هم انجام بده ولی شبات ها نگه نداره، هیچ فایده و ارزشی نخواهد داشت. شبات خیلی مهمه. خب برگردیم به بحثمون. گفتم بعد میگم. ببینید ما گفتیم خانم‌ها نمیتونن شهادت بدن، درسته؟ چند تا جاست که اگه خانم‌ها شهادت بدن این شهادتشون قبوله. کی میتونه بگه؟ کی بگه پلاس؟ چی؟ نه، کلن چه قانونیه که خانم‌ها میتونن در مورد شهادت بدن؟ در مورد شهادت که نه. چی؟ جلو قاضی. چی؟ جلو قاضی؟
ببخشید پشت من چی؟ نه چی؟ نه تنها اینو اثر نمبر خواهی شو اثر جد نه ببینید در مورد ایسوریم در مورد ایسوریم خب خانوم ها میتونن شهادت بدهند درست مثلا خضابایی کشتی مثلا یه خانومی میاد میگه که آقا این گوشته را هاخان فلانی شخیطا کرد داره شهادت میده دیگه شهادتش قبوله؟ بله درست شد؟ مثلا میگه آقا این گوشته گلت کاشره یه خانومی میاد شهادت میده که آقا این گوشته از فلان قصابی کاشر خریداری شده این شهادته؟ قبوله یاد رجون اگونا اگونا به چه معنیه؟ اگر نصیب نباشه یه شوهری مخ شده چی میگن؟ یعنی پیداش نیست مثلا فرض کنید دور از جون آره گم شده دور از جون فرض کنید رفته جنگ اثری ازش پیدا نیست معلوم نیست زنده است یا مرده به این میگن اگونا این زنه تا زمانی که خبر دور از جون فوت اون شوهر نیاد حق ازدواج کردن نداره درسته؟ خب اینا مره هرهایی که خیلی بالا باشن میتونن فتوا بدن که بتونه دوباره ازدواج کنه یا نه مثلا در مورد هاراودیا میگن هاراودیا 900 و خورده زنی که اگونا بودن تو جنگایی که اتفاق افتاده تو خارج 900 و خورده ای تارا چیز کرده بودن هتر داده بودن که بتونن دوباره ازدواج کنن یعنی با رو وقتقادش فهمیدن که شوهره از دنیا رفته این رو وقتقادش میخواد متوجه طرابی نمیتونه این فتوا را بده فقط کسی که بزرگ دوره باشه مثل هاراودیا هاراوستام یوسف هاراشل معمار اینا میتونن فتوا بدن درست حالا اگه یه زنی اومد شهادت داد که آقا من دیدم که دور از جون شوهر اون زنه دیدم جسدش رو دیدم که دور از جون اونام رفته بود شهادتش قبوله شهادتش قبوله و اون زنه میتونه دوباره بیاد و ازدواج بکنه میسنجن که ببینید امتحانش میکنن دروغ نگه کجا دیدی چه جوری دیدی همین جوری هم که بیاد فتوا بده که قبول نمیکنن بدین خیلی زنگتر از این حرفا میدونن چیکار میکنن ها یه داستان بگم خیلی جالبه یه بار یه زنی بوده یه زن شوهری بودن خیلی چیز بودن خیلونی خیلونی بودن لامذهب بودن بعد وقتی میفهمن که یه جنگ اتفاق میفته و اینا بعد گفتم بزن تو 900 و خورده این زن اگونا بودن ها را ولی همه را هتر میدن که بتونن ازدواج کنن با روح حقادشی که داشتن بعد یه زن و مرده میگن بیاد بریم هاراودیا رو مسخره کنیم فصل شارون بخندیم فصل شارون مرده میگیره دقیقاً میان صاحب ماشین میشن میرن در اون جایی که دفتر هاراودیا مرده تو ماشین میشینه خب زنه میره بالا که بگه آقا یعنی زنه اگوناست و اینا میره چه هاراودیا زار زار گریه داشته بازی در میورده خب من خواستن فصل شارون مسخره کنم خب که این هتری که هاراودیا داده بودن میخواستن فصل شارون چیز کنم میاد زنی میره بالا یه جوری نشون میده که یعنی دور از جون اگوناست و شوهرش چند وقت پیداش نیست و میتونه ازدواج کنه یا نه حالا بعدی براشون نمیستن بله شوهرت رو مرده میتونی ازدواج کنی این حالا دستش میگیره که بیاد تو روزنامه ها بنویسند و مسخره کنن که بیاد حالا بعدی برای همه خسته شالام دارن همینجوری خسته شالام چیز مینویسن تا میاد پایین میبینه اه تو ماشین دور از جون شوهره از دنیا رفته درست اینه که تو فیلقاوس میگه نشیخاتان به شیخت شوال یعنی مسخره کردن یا خاری وارد کردن به بزرگان این نیششون بعضی موقع مثل نیشه چیزه شوال نه نه چی میشه شوال نه روبا که قشنگ وقتی گاز بگیرن یا بخوان آسیب برسونن خیلی به طرف آسیب میبینه خب این ادامه پس فعلا ما یاد گرفتیم 39 کار منوئل یا به اصطلاح گمارا 40 تا یه دونه کم به خاطر اینکه این 39 بهتر تو ذهن ها بمونه اینجوری در گمارا توضیح میده خب اولین 39 کار منوئل در شبات زوره یه زوره یه یعنی کاشتن درسته در میشکان میومدن بذرایی یا میکاشتن که گیاه رویده بشه و این گیاهه را بیان باش رنگ درست کنن
به خاطر اینکه بیان پرده های مشکان ها رنگ بکنن. پس اگه پرسیدیم دلیل کاشتن که ممنوعه چیه، باید بدونید که تو مشکان میکاشتن که گیاه بویده بشه که با اون رنگ گیاهه بیان پرده های مشکان ها رنگ بکنن. خب چقدر کاشتن از تورا ممنوعه؟ حتی یه دونه، حتی یک دونه یه هسته کاشته بشه، این از تورا گذشته. درسته؟ بله. خب حالا آب ملاخا این کاشتن، نه فقط کاشتن بلکه پرست کردن یا پیوند زدن، هر کاری که باعث بشه که یه گیاهی رویده بشه، اینا زیر مجموعه همین زوره یک کاشتن. درست؟ پس یه واقعی هر کاری که پس مهلا یه واقعی آب ملاخا چی شد؟ آب ملاخای زوره یک. اینا نگفتم یه آب ملاخا و اصلا تلدار ندارم. ببین ما یه آب ملاخا داریم، یه تلدار داریم. آب ملاخا یعنی پدر کار، یعنی چی؟ یعنی اون 39 کار ممنوعه اصلی. یه تولدا داریم که زیر مجموعه یه هر کدوم از این آب ملاخه ها رو میگن تولدا. درسته؟ تولدا یعنی زیر مجموعه. پس آب ملاخای زوره یه کاشتن همون بعض کاشتنه، یا درخت کاشتنه، یا هرس کردنه، یا پیوند زدنه، یا اینکه هر کاری که بکنیم که اون گیاه بهتر رویده بشه، اینا آب ملاخاست. پول داشتیه هر کاری که ما انجام بدیم، هر کاری که ما انجام بدیم که اون درخته یا میوهه این بهتر بشه. خب مثلا هشتا آب، آبیاری کردن گیاهان، کسی که آب بده به درختا یا گیاهان تو شبات، این تولدای زوریه. ببینید این هم بگم که نفسیم هیچ فرقی نداره کسی که آب ملاخا رو بگذاره یا تولدا، قانون شکیه، یعنی همون مجازاتی که برای آب ملاخا وجود داره برای تولدا هم وجود داره. درست شد؟ پس آب ملاخاش کاشتن یا هر چیزی که کمک کنه برای رویدن، تولداش هر چیزی که بهتر بکنه رویدن ها یا اون میوهی که داده را، مثل آبیاری کردن یا کود ریختن در زمین یا دور کردن سنگا و اینا بین درخت ها و بین بوته ها. ببینید وقتی شما تو باغچه‌تون چیزی کاشتید، سنگا و اینا رو برمیدارید تو باغچه. چرا؟ چون این سنگه جلوگیری میکنه از بهتر رشد کردن این گیاهه. کسی که این کارا تو شبات بکنه، این تولدای زوریه و در شبات آسوره که این کار انجام بشه. درسته؟ خب حالا هر کدوم اینا رو بیشتر توضیح بدیم. آقا ساکت. زریا گفتیم پس کاشتن، یعنی قرار دادن یه هسته یا یه دونه بر روی زمین که رویده بشه. نتیا کاشتن، کاشتن نهال، مثلا این نهالیه که بیاد بکاره، اینم آسوده. زمیرا میشه هرس کردن، یعنی کسی که بیاد شاخ و برگ یه درختی ها هرس بکنه، اینم زیر مجموعه همین زوره یعنی. خب کسی که هرس بکنه از دو تا فرمان میگذره، کسی که تو شبات هرس بکنه، درختان رو هرس بکنه، از دو تا فرمان میگذره، یکی زوریه یعنی کاشتن و یکی درو کردن. چرا هر دو تاست؟ چون وقتی هرس میکنن هم باعث بهتر رویده شدن اون درخته میشه، هم داره گسل میکنه دیگه، درو میکنه. متوجه شدید؟ پس یه بار دیگه، کسی که آقا ساکت هستم، کسی که تو شبات هرس بکنه از دو تا فرمان میگذره، یکی کاشتن و یکی درو کردن. درست؟ اینا سوال امتحانیه آقا. هرس کردن دو تا فرمان داره، درو کردن و کاشتن. هر کاوا چی میشه؟ ببینید پیوند زدن. ببینید پیوند زدن چندین مدله. یکی این که خب خوندیم دیگه، علوممون داشتیم، درسته؟ وقتی میخوام پیوند بزنن، یه قلمه یه چیزی میارن تو تنه اون درخته، اینجوری پیوند بزنن. این یه شکلشه، این تو شبات آسوده.
یا میان یه شاخه‌ای که رویده شده شاخه را تو خاک فرو میکنن، سر شاخه را بیرون میارن، تا یه مدت این شاخه ریشه میزنه. واضحه که این کارم تو شبات کاشتن و مجاز نیست. یا دور کردن علفای هرز، کسی که تو شبات بیاد علفا هرزا بکنه و اینا، کمک میکنه که بهتر رویده بشه دیگه. این هم شامل همین زرعه کاشتن. یا پود دادن، تو شعباز نمیشه پود داد به درخت ها یا به گیاهان. و دور کردن سنگ هایم که در موردش توضیح دادیم. خب بریم ادامه زیر مجموعه ها رو حالا بیشتر توضیح بدیم. پس همونطور که گفتیم آب دادن به درخت ها تو شعباز مجاز نیست، نمیشه تو شعباز درخت ها را آبیاری بکنیم. حالا یه سوال این هم بگم خودتون. ببینید ما آسوره که اصلا هسته هیچ میوه یا بندازیم تو باغچه، حتی اگه باغچه اون موقع خیس نیست، حتی اگه طریقتش نیست که اینجا مثلا در بیاد، مثلا هندونه دارید تو حیاط میخورید، تخم هندونه را آسوره که بریزید تو باغچه، درست؟ حتی اگه معلوم نیست در بیاد یا نیاد، یا حتی اصلا طریقتش نیست که تو باغچه‌تون شما بخواید چیز بکارید، با این وجود جایی هم که حتی طریقتش نیست چیز کاشته بشه، هسته دونه میوه را شما نمیتونید روی زمین بریزید، درست؟ خب میشه کسی ادرار بکنه مثلا پای درخت، یا این هم مثلا جز آبیاری همون گیاه؟ این در این مورد بهتره که مثلا با فاصله باشه، کنار درخته نباشه، ولی از اصل قانون اگه کنار درخته هم باشه یه اشکالی نداره، به خاطر اینکه ادرار میسوزونه ریشه را، درست؟ برخلاف اینکه بعضی ها فکر میکنن مثلا خوبه برای درخته، خوب میسوزونه ریشه درخته، درست؟ بنابراین جنبه آبیاری درخت نداره تو شبات، درست شد؟ تو میخندید آقای پای؟ خب اگه یکی یه باقی داره و باید تو شبات آبیاری بکنه، چرا این بهش پیشنهاد دارید که تو شبات بتونه اون گل و گیاهاش رو آبیاری کنه؟ چی؟ دقیقا آبیاری قطره‌ای با ساعت شباتی، درسته؟ پس با ساعت شباتی یا همون آبیاری قطره‌ای میشه تو شبات میایم و اونا رو آبیاری بکنیم. البته قبل شبات ها زود داره، قبل شبات تو شبات اگه شیر آب رو باز کنیم که به اونا بده آسوره، با ساعت شباتی را یا آبیاری قطره‌ای را قبل شبات باز بکنیم که طی مدت شبات آبیاری بکنه. خب حالا یه سوال، آقای امان باغشون رو میخوان روز شبات آبیاری بکنن، خب عصر جمعه میتونن آب باز کنن، عصر جمعه آب باز بکنن که روز شبات کل شبات باغشون آبیاری بشه، ولی ظهر شبات آبو ببندن. بستن آب مجازه؟ مجاز؟ بله دیگه مجاز. بستن آب که داره تا درخت آب میده این مجازه، فقط باز کردن آب یا ریختن آب پا درخت هاست که آسوده، درست؟ خب حالا یه سوالی که خیلی پیش میاد اینه که اگر ما یه دستشویی داریم، دست شستن، جایی که دست میشوریم، خب که وقتی دستمون رو میشوریم آبش میره تو باکسه، میشه تو شبات اینا باز کرد؟ یعنی مثل کنیسا مدرسه، درسته؟ کنیسا مدرسه اینجوریه، ببینید نیتمون دست شستنه دیگه. کسی میگه ممنوعه؟ همه میگه هم اجازت؟ مثل کنیسا مدرسه دیگه، پس میگه نمیشه؟ شما میگه نمیشه، درست؟ میشه یا نه؟ میشه به یه شرط. بهترین حالت که اکثر اخرونیم میگن خیلی عالی و بهترین حالته اینه که مثل کنیسا مدرسه چکار کردن؟ ببینید این سینک دست شستنه با یه لوله داره، این لوله اول میریزه توی تشت، تشته که پر آب میشه سرازیر میشه میره پادرخته. این بهترین حالته. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که فرمودید اولا ما نیتمون نیست که بیایم با این درخت‌ها را آبیاری بکنیم، دوما داره غیر مستقیم میره،
یعنی اول توی این کاسه توی این تشته پر آب شده، بعد داره میره، درسته؟ پس سومن حالت گراماس، خب حالت گراماس، بنابراین مجازه که این کار را انجام بدیم. پس بهترین حالت اینه که یه تشتی چیزی زیرش بذاریم که آب بره تو تشته، وقت با وجود اینکه وقتی تشته پر میشه آبش ریخته میشه، پادرخت های مالده نداره چون ما نیت نداریم. بعضی ها سبکتر میگن، سبکتر میگیرن، میگن اگه تو ایام هفته هم همین جوری هست خب و وارد لوله میشه و از لوله میره تو باخشه، بعضی ها اینم سبک میگیرن. چرا؟ چون اولا ما نیتمون نیست، دوما کو بخشنیه، یعنی وقتی آب آواز میکنید آب میره اول تو لوله، خب بعد از لوله میره در باخشه، به میگن کوخشنی، قدرت دوم. بنابراین و همچنین گراماس، یعنی ما نیتی نداریم که خودش باعث میشه این اتفاق بیفته، بنابراین بعضیا حتی تو لوله هم بره مجاز میکنه، درست شد؟ پس طبق نظر خیلی از افراد که ما میتونیم بنشون تکیه بکنیم، حتی اگه وارد لوله میشه و مستقیم میره تو آب میشه، میره تو باخشه میشه سبکه و ساکت. چرا؟ چون کوخشنیه و گراماس و نیتی هم نداریم. به این سه دلیل میشه بیایم و این آب باز بکنیم با وجود اینکه میره داخل خاک ریخته میشه، درسته؟ و یه نظرم میگه در جایی که حتی تو ایام هفته هم اینجوریه که همیشه باخچه خیسته، دیگه این راحت تره قانونش. چرا؟ چون توسط اینکه ما دستمون رو میشوریم، اول باید کمخشنیه و دوم گراماس، و تازه ما الان آبیاری نمی کنیم، خودش اونجا خیسته آبه، دیگه احتیاجی به آبیاری ما هم نداره، پس 100% نیت هم نداریم. در هر صورت اینا خیلی از پسکم اینا هتر میدن. خب تا اینجا سوال؟ بریم ادامه سوال؟ خب بریم ادامه. آه حرف نزنید عزیزم، سر کلاس خب هر شماست نیست، حرف نزنید سر کلاس. خب بریم ادامه. ببینید این که ما گفتیم تسته و دونه و اینا رو نمیتونیم ما داخل چیز بریزیم، داخل خاک بریزیم، ولی اگه خاکیه که محل رفت آمده، درسته؟ یعنی مثلا وقتا نشستید هندونه دارید میخورید، تخم هندونه رو میریزید جایی که هی رفت و آمد داره میشه، خب مثلا کجا رو بگیم؟ کنار در خونه، هی میریم و میاییم دیگه، در این حالت ها میشه سبک گرفت، ولی بازم بهتره که اصلا هسته و تونه و اینا را برای زمین نریزید. خب تو خونه منظور، در خونه، تو حیات، حیات هم هم منظور دارم. خب بید سلامتی مثل ما را ندارید. خب بریم ادامه. در مورد بحث بعد، میشه آیا تو شبات، تو شبات میشه مثلا بیان لوبیا و نخود و اینا را تو آب بخیسونن که ریشه بده؟ واضحه که نه، واضحه که اینم زیر مجموعه همون کاشتنه و مجاز نیست. خب حالا سوال بعد، آیا تو شبات، آیا تو شبات ما مجازیم که بیان گل و مرد و اینا را تو آب بذاریم؟ اولا میدونید کندن اینا از درخت مجاز نیست، مثلا شما نمیتونید مرد از درخت گل بکنید از درخت تو شبات، درسته؟ حالا قرار دادنشون تو آب قانون چیه؟ قرار دادن مرد یا چیزایی که گل نداره داخل آب، یا اضافه کردن آب داخل گلدونش مجازه، درست شد؟ پس شما میتونید مرد تو شبات، مرد که از قبل شبات از درخت جدا شده، داخل آب بذارید یا آبش رو عوض کنید یا آب اضافه کنید، این مانعی نداره. اگه گلیه که اگه تو آب بذارید شکوفه هاش باز میشه، اینا بهتر سخت بگیریم، درست شد؟ پس اگر گلیه که وقتی تو آب بذارید شکوفه هاش باز میشه، اینا سخت میگیریم و نخط خیناب داخل آب قرار نمیدیم، درست شد؟ چرا؟ یه لحظه. چرا؟ به خاطر این که وقتی داخل آب میذاریم این شکوفش باز میشه، این شکوفش باز میشه و مثل تقریبا شبیه به کاشتن میمونه،
درسته؟ پس گلی که شکوفه هاش بسته است اگه تو آب بذاریم شکوفه هاش باز بشه لخط خیلا تو شعبات داخل آب قرار نمیدیم. اگه گلیه که شکوفه هاش بازه داخل آب قرار بدیم اشکالی نداره، ولی کس که سخت بگیره اینا تا بالا براکا. پس یه باید گیر موردا یا نعنا را میشه تو آب بذاریم، درست؟ تو شعبات یا آبش را عوض کنیم یا آب اضافه بکنیم. گلی که بسته است لخط خیلا تو آب نذاریم اگه باز میشه. گلی که بازه میشه تو آب بذاریم، اما کسی که نذاره تا با حالا برخواه. بفهم آقای 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 چی؟ مالی شما نمیشه که میشه را خواب میشه برخواه؟ نمیفهمم. گلی که دود میشه آتش میگیره بازه که نه نمیتونیم شب که خاموش کنیم. خاموش کردن جزه یکی از ممنونت های شب روشن نیست که بکنیم نمیفهمم. خب چه گلیا؟ یعنی گل صد درست بفهم آقا. آقا آفرین. اگه ریشه داره آفرین آفرین خالکاو. اگه ریشه داره نباید تو آب بذاریم. آفرین خالکاو. نه مرد ریشه نه نه مرد ریشه نه 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 مرد ریشه نه نه سریع میده. آره مرد شاید داره طبق خیلی زمان میخواد، ولی نه نه زود. آره اگه ریشه داره و یا ریشه میده نذاری تو آفرین. همون موقع نه مرد هم میشه سبو گره نه نه با اینا، ولی اگه ریشه داره نذاری جان نذاری نمیگیم که واجبه. آره اگه کسی خواست بذاره درست نظره چه اشکالی داره؟ آقا ساکت. نه 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 ببینید تموم این چیزهایی که گفتیم اگه ریشه داره تو آب نذارید، حتی مرد اگه ریشه داره تو آب نذارید، اینا بدون ریشه است که گفتیم. خب بریم ادامه. در مورد گیاهان و گلدونی که خاک توشه، خب ما یه گلدون آبی داریم یه گلدون خاکی، درست؟ گلدون خاکی اگه انتهاش سوراخ داره این چیدنش از تراست، حتی جابجاش هم نمیتونیم بکنیم، درست؟ شما ببینید گلدونایی که انتهاش سوراخ داره اگه این گلدونه را شما بیاید ازش گلی چیزی بکنیدی از تراست، این سوراخ پایینش از زمین منیقا داره، مکش داره و مثل اینه که به زمین وصله. ولی اگه گلدونیه که سوراخدار نیست انتهاش، این میده ربانان آسوره، درست شد؟ پس اگه گلدونیه که سوراخداره این از تورا ممنونه اگه گلدونه چیز ازش بکنید، اگه سوراخ نداره میده ربانان. گلدونی که سوراخداره و تو خاکه جابجا کردنش مجاز نیست چون از زمین منیقا داره، متوجه شدید؟ ولی اگه رو زمین سنگ فرش شده است مجاز، درست؟ نه نمیشه کند، جا به جایش هم میگم. ببینید کندنه هیچ این با من کندنه هیچ گلی وقتی که تو خاکه مجاز نیست، چه گلدونیه سوراخدار باشه چه گلدونه بدون سوراخ. جا به جا کردن گلدونی که سوراخداره وقتی تو خاکه آسوده، ولی اگه رو زمین سنگ فرش شده است و جاشو احتیاج دارید میتونید بیاید و اونا جا به جا بکنید. اگه مثلا حالا جاشو مثلا اگه لازمه یا شرط کردید از قبل که بتونید جا به جاش بکنید، خب در این حالت ها میتونید بیاید و اونا جا به جا بکنید. در غیر این صورت جا به جا کردن گلدون وقتی تو خاکه مجاز نیست، مگر اینکه زمین سنگ فرش شده باشه، درست شد؟ پس یه بار دیگه نه متوجه نشدید. ببینید گلدونی که سوراخ داره و رو خاک این آسوره که جابجاش کنیم چون از زمین منیقا داره. اگه روی زمین سنگ فرش شده است مثلا الان اینجا رو ببینید سنگ فرشه با سرامیکه، اگه رو سرامیکه جابجا کردنش مجازه، ولی از جنبه مخزه نباید جابجاش بکنیم. ولی مثلا اگه شرط کرده باشیم یا اینکه مثلا کیلر خریاد با پامون جا به جاش کنیم اگه روز زمین سرامیک دار باشه مجازه، درست؟ خب حالا یه سوال. ببینید بعضی درخت هستن خب بعضی گیاه هستن که تو خونه شما وقتی که پنجره را باز کنید باعث میشه که این
گلاگیه ها تو خونتون بهتر رشد بکنه. آیا میتونید تو شب باز پنجره باز کنید؟ بله. میتونیم دیگه، چرا؟ کاری به توت نداره. تو خونه، تو خود خونه، تو اتاق. بعضی گلاگیاهه که تو اتاق تا که تو اتاق نگهداری میکنیم. خب بعد اگه پنجره را باز بکنید، بعد اگه پنجره را باز بکنید بله. چرا دیر میاد اصلا؟ زود میاد کلاس، نه نمیسید تو حضور کلاس، دیر آمده گذارم. چی داشته بگفتیم؟ آه ببینید، باز کردنه. بیا جمعه میشین دارم. آقا اینا گوش بدید و برید. آرومه اینا گوش بدید، خیلی قشنگه. گوش بدید ببینید، بعضی از گیاه هستن، پس با باز کردن پنجره اتاق باعث میشه که بهتر اینا رویده بشن. این اشکالی نداره، به شرط اینکه ما به این نیت پنجره را باز نکنیم. اگه به این نیت پنجره را باز نکنیم، میشه در پنجره را باز کرد، درسته؟ حالا یه سوال دیگه، این خیلی جالبه. ببینید، میدونستید همون طوری که نور خورشید کمک میکنه به رشد میوه ها و گیاه ها، همینطور نور ماه کمک میکنه به رشد گیاه ها و میوه ها. مثلا هندونه، کدو یا خیار، خب اینا را اگه اول ماه که ماه کوچیکه، برید هندونه و کدو و اینا را بچینید، اینا ریز در میاد. ولی وسط ماه، 15 ماه ابری، خب 15 ماه ابری که به بزرگترین شکل خودش ماه، برید هندونه یا کدو و اینا را چیز کنید، بشینید، اینا اینا بهتر رشد میکنه، درسته؟ بزرگتره. بنابراین همین قانونم در مورد باز کردن پنجره شبا هست، که مثلا نور ماه بهش بخوره، به این نیت در پنجره را باز کنی که نور ماه بهش بخوره که بهتر رشد بکنه، این مجاز نیست. ولی اگه به این نیت پنجره را باز نمی کنید، این مجازه. مگر اینکه حالا کنار پنجره باشه که بهتر سخت بگیریم، چون مشخصه که به خاطر نور ماهه که داره پنجره را باز میکنه، درسته؟ خب تا اینجا سوال؟ سوالو بفرمایید. چه هم هم سوال قشنگه. میگن آقا یه فرد مثلا انبارسی بوده، بی سواد بوده، نمیدونست این قانون ها، یه گلدون میاره، یه گلدون خاکی میاره که پایینش هم سوراخه، میاره تو شبات بمون میده، ما میتونیم ازش بگیریم جا به جا بکنیم؟ اگه زمین سنگ فرش شده است و اختصاص پیدا کرده برای مثلا بو کردن اون گلدونه، را میشه سواد گرفت. اگه زمین سنگ فرش شده باشه و معمولا اختصاص پیدا کرده اون گلدونه که بیان مثلا بو بکنن، اینا میتونیم سواد بگیریم. آه اگه میوه نباشه میشه، اگه برای مثلا اختصاص پیدا کرده برای بویدنی، بله، و زمین سرامیک باشه زیر اون جایی که هستیم. اگه تصدیقی باشم اوکیه، یعنی کلیه. آخه ببینید، از جنب مخصه باید به چیز اختصاص پیدا کرده باشه که مخصه نباشه. اگه تزئینیه فکر نمی کنم باشه، به خاطر اینکه اختصاص به کاری ندارم. نه نه ظاهرا نه، ما اینا فکر نمی کنم. حالا بازم بذارید روش فکر کنم. نه نه، برای ما داشت. خب بریم ادامه.
سوالشون اینه که میگن مثلا اگه یه گل زیبایی اومد اختصاص پیدا نکرده برای بویدنی، ما گفتیم اگه اختصاص پیدا کرده باشه و زمین سرامیک باشه میشه جا بیدا کرد، حالا یا زیبایی هم اختصاص پیدا کرده میشه فکر نمی کنم، درست که مقصه نباشه. حالا بکن برنامه یعنی بازه بخشید آفرم دست کنم برای برنامه بیا بزاری فردش برنامه خب یکی از کارهای ممنوع تو شبات شخم زدنه. شخم چرا توی مشکان میزدن؟ گفتیم وقتی میخواستن بیان چیزی ها بکارن اول شخم میزدن بعد میکاشتن، اینجوری در میمونه برای رنگ کردن. نه دیگه هر چیز که رنگ داشته رنگ. پس شخم میزدن اما چرا شروعه ها برای پندن ممکنه بوده ولی بیشتر برای رنگ. اول شخ میزدن بعد میکاشتن. حالا این سوال ببینید 39 کار ممنوعه ظاهرا اگه دقت بکنید داریم طبق ترتیب میریم. خب اول باید بود شخ زدن رو بگه بعد کاشتن. چرا اول کاشتن رو ما توضیح دادیم؟ ما طبق ترتیب میشنا توضیح دادیم. خب این ترتیب میشنا چرا اول کاشتن رو میگه بعد شخم زدن؟ نباید بود اول شخم زدن رو میگه بعد کاشتن رو چرا؟ کلن نه؟ کسی میتونه بگه سوالا فهمیدید؟ ببینید سوال اینه که تو 39 کار ممنوعه ما داریم به ترتیب میریم جلو. خب اول کاشتن رو گفتیم بعد شخم زدن ظاهر بعد درو کردن. یه لحظه ظاهرا اول باید شخم زدن رو بگه بعد کاشتن، نه اول کاشتن بعد شخم زدن. فهمیدید؟ نه نه اول دیگه دیگه خب اول بهتر ولی اکثرا اول شخ میزنن. چرا اول شخ میزنن نمیگه؟ تقریبا شما گفتید. شما چی گفتید؟ وقتی شخم دوم اینجوری بگید درست؟ اینجا مخصوصا اینجوری گفته که حتی شخم دوم هم آسور بکنه. شخم دوم دقیقا بله بعضی موقع هست دوبار شخ میزنن. یه بار زمانی که میخوان دونه را بکارن، یه بار دونه را که میکارن بعد دوباره شخم میزنن. خب این مخصوصا خورش شخم زدن را بعد آورده که هر دو حالت را آسود کنه، یعنی چه قبل کاشتن چه بعد کاشتن شخم زدن در هر صورت مجاز نیست. پس شخم زدن در میشکان حالتی بوده که میومدن شخم میزدن که بیان بذرها یا بکارن به خاطر اینکه بیان سممانیم رنگهای یا برای میشکان همونه همون اونم معنی میده برای رنگ میشکان که بیان پرده ها رو رنگ بکنن میان و اینا به این شکل درست میکنن درست. خب بله اینم گفتیم. خب تلداش هر عملی که باعث بشه که زمین بهتر بشه و بهتر بتونن داخلش چیزی ها بکارن به این میگن خریشا و مجاز نیست. بله درست گلیرت. خب حالا یه سوال، آیا ما میتونیم یه صندلی یا تو شبات بیایم رو خاک بکشیم با وجود این که حالت شخمه وجود میاد به چی؟ بستگی به این داره که بله اولا نیتمون شخم زدن نباشه. پس یه صندلی که رو خاک میکشید خب خود خود مثل شخمه دیگه. اولا نیتمون شخم زدن نباشه. دوما نیتمون که شخم زدن نباید باشه
نیاز به شخ زدن نباید باشه. و اینکه 100% معلوم نیست که شیار ایجاد بکنه یا نه، یعنی شکه که آیا شیار ایجاد میشه یا نه، بنابراین در این حالت مجازه، با وجود اینکه احتمال داره که شیاره پیش بیاد. مثل چی؟ مثل کالسکه را شما تو شباز، البته اگر جمعی هم نونق نگیم، هم نونق کردن کالسکه آسوره، درست؟ پس کنید تو یومتوب و شباز قانوناش یکیه دیگه، تو یومتوب که هم نونق مجازه، چیزایی که لازمه و کالسکه هم مجازه. کالسکه را شما میتونید تو یومتوب بیاید و مثلا رو خاک بکشید، با وجود اینکه شیاراش میمونه، اونجا تایراش میمونه، مجازه؟ مجازه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا نیت شخم زدن ندارید. اگه یادتون باشه گفتیم ملخت شبات مخشبته، یعنی کاری به نیت و فکر ما داره، پس اولا نیتمون نیست، دوما ممکنه شیار ایجاد بشه، ممکنه ایجاد نشه. بنابراین کشیدن کالسکه رو خاک با وجود اینکه احتمال به وجود اومدن این شیارا هست مجازه. یا مثلا بعضی هستن کفشاشون وقتی را میرن رو خاک یا رو برف و اینا یه اثری ازش میمونه، خب اینم خب مثل شخمه دیگه، ولی با این وجود این مجازه و ممنوعیتی نداره. ببینید جارو زدن زمینی که سنگ فرش نیست مجاز نیست. جارو زدن روی فرش، روی فرش بله، نه جارو برقی ها، جارو دستی میشه در شبات بزنیم؟ بله. یا زمین سرامیکا میتونیم تو شبات جارو بزنیم، این ممنوعیت نداره. اشکنازی ها سخت میگیرن، اشکنازی ها رو فرش و رو زمینی هم که سرامیک داره بازم جارو نمیزنن، ولی ما سفارادی ها میشه سبک بگیریم. بلی زمینی که سنگ فرش نیست و نمیشه تو شبات چیز بزنیم، نمیشه تو شباز جارو بزنیم. چرا؟ اگه زمینی سنگ فرش نیست نمیشه تو شباز جارو بزنیم. چرا؟ چون میشبه گموت میکنه، یعنی گودال هایی که هست گودال ها رو پر میکنیم، این مثل شخم زدن، درست شد؟ پس اگه فرشه میشه تو شباز شخمه جارو بزنیم، اگه فرشه میشه تو شباز جارو زد، اگه سرامیکه میشه تو شباز جارو زد، ولی اگه سرامیک نیست نمیشه تو شبات جارو زد. چرا؟ چون میشوه گموته، یعنی اون گودالا را به این شکل میایم و پر میکنیم. تا اینجا سوال تا اینجا موفق باشید. تاسفار اما فردا امتحان دامده خدا، فردا امتحان ما آقا خواهشن.